سلام، سیما هستم از کانال سی چاکلت. امروز قراره با هم یه کارامل مخصوص فیلینگ بونبون آماده کنیم. در واقع توی این ویدیو یه کارامل پایه درست میکنیم و در نهایت یه کارامل ساده خواهیم داشت، یه کارامل شکلاتی و یه کارامل رزبری. باید بهتون بگم که این کارامل رزبری با کارامل های میوه مرسوم متفاوته، چون کارامل های میوه رو معمولا با پوره میوه تازه درست میکنن، اما من توی این ویدیو از پودر رزبری استفاده کردم. در واقع میخوام یه کارامل درست کنم و در نهایت کارامل ساده، کارامل شکلاتی و کارامل رزبری داشته باشیم. همراه من باشین تا جزئیات بیشتر رو براتون بگم. وسایل مورد نیاز: بلندر، اسپاتول، یک ظرف استیل برای جوشوندن عسل. برای اینکه رنگ عسل رو خوب تشخیص بدین ترجیحاً استیل باشه. دموسنج میله‌ای یا مایعات و یه ویسک. مرحله اول، عسل رو روی گاز با شعله متوسط میذاریم تا به جوش بیاد. در حالی که عسل در حال جوشیدنه، مخلوط کره و خامه رو داخل مایکروویو یا روی گاز حرارت میدیم تا به نقطه جوش برسه. عسل رو باید مدام هم بزنیم تا یکو نسوزه. وقتی که عسلمون تغییر رنگ داد، مخلوط کره و خامه رو بهش اضافه میکنیم و مدام با ویسک همش میزنیم تا کاملا مخلوط یک دست و یک نواختی به دست بیاد. توی این مرحله باید از دماسنج میله کمک بگیریم و دمای موادمون رو اندازه گیری کنیم. زمانی که دمای مواد به 112 درجه سانتیگراد رسید، گاز رو خاموش میکنیم، سری ظرف کارامل رو عوض میکنیم تا دما بیش از حد بالا نره و کارامل ما سفت نشه. دوم، توی این مرحله نمک و وانیل رو به کارامل اضافه میکنیم و با بلندر خوب میکسشون میکنیم. بعد مواد رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. یه قسمتش رو میخواییم ساده بمونه، یه قسمتش رو شکلات بهش اضافه میکنیم و باز با بلندر میکس میکنیم و قسمت آخر هم پودر رزبری یا هر میوهی که دوست دارین رو اضافه میکنیم. در نهایت وقتی که دماش کم شد، یعنی مناسب فیلینگ زدن شد، میتونید داخل قیف بریزین و بونبون هاتون رو باهاش پر کنید. یا اینکه اگر خواستین نگهداری کنید توی یک ظرف شیشه یا دربسته
بریزین و بذارین توی یخچال حدود یک ماه قابل نگهداری هستش. وقتی که خواستین دوباره ازش استفاده کنین باید این کارامل رو حرارت بدین. توصیه میکنم که داخل ماکروویو با ثانیه های کم شروع کنین و بهش حرارت بدین تا یک کمی دوباره اون حالت روون رو پیدا کنین. ممکنه توی این مرحله نیاز باشه دوباره از بلندر استفاده کنین چون ممکنه که حالت دو فاز پیدا کنین، ولی وقتی دوباره با بلندر میزنین کاملا اون حالت یک دست و یک نواخت رو پیدا میکنه. وقتی که دماش به دمای مد نظر رسید، یعنی حدود 26 تا 28 درجه، میتونید داخل بونبون ها یا هر استفاده دیگه که دارین پایپش کنید و لذت ببرید. خامه اضافی که داخل مواد اولیه براتون نوشته بودم باید براتون توضیح بدم. ببینید رنگ عسل ها با هم متفاوته. عسل هایی که رنگ روشنی دارن مدت زمان زیادتری رو روی حرارت باید قرار بدیم تا به رنگ دلخواهمون برسن. برای همین رطوبت بیشتری از دست میده و در نهایت کارامل سفتری خواهیم داشت. حالا وقتی که کارامل رو به سه قسمت تقسیم کردیم و یه بخشش رو با شکلات و یه بخش دیگر رو با رزبری مخلوط کردیم، امکان داره که کاراملتون یه کمی برای پایپ کردن سفت باشه. برای همین اون خامه اضافی رو به نقطه جوش برسونید و کم کم به اون کاراملی که سفت‌تره اضافه کنید و میکسش کنید تا به غلظت مناسب برسه. احتمال داره که اون کارامل ساده نیازی به اضافه کردن خامه اضافی نداشته باشه، اما کارامل شکلاتی و کارامل رزبری ممکنه به خامه اضافه تری نیاز داشته باشه و این نکته هم در نظر داشته باشین. شاید عسل شما رنگش تیره بوده و اصلا به خامه اضافی تا آخر کار نیاز نداشته باشین.